برای نیل به این هدف نیازمند یک سری ابزار و یک سری امکاناتی هستیم تا بتونیم رونق اقتصادی رو ایجاد بکنیم از طریق سوق دادن اقتصاد استان به سمت سوی بالندگی و خدمت به بهبود کیفیت زندگی مردم. همونجور که میدونید خب به هر حال گمرک به عنوان پل ارتباطی هست بین سیاست‌های مالی، بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار تو روند تجارت خارجی است. یکی از کنوانسیون‌های دیگه‌ای که اجرا شده کنوانسیون ورود موقته که اون رو متولیش و در اصل تدوین کننده و تصویب کنندهش سازمان جهانی گمرک. اجرای این سمینارها و کارهای آموزشی که بیشتر جنبه کاربردی دارد میتونید که به بسیاری از روش‌ها شرکت کنندگان را آشنا کنید و بر این اساس اونا بتونن که با استفاده از این فنون به بهترین نحو استفاده های لازم را ببرن. کارنامه‌های سند بین‌المللی گمرکی در واقع که برای صادرات، واردات و حتی ترانزیت موقت مورد استفاده قرار میگیره. اگر من بخوام رویه غیر سیستم تی رو به شما در یک مدل نشون بدم، این هست که یک تاجر، یک شرکت حمل نقل برای انتقال کالاش از کشور به کشور از هر مرزی نیازمند بود که به رویه ملی اون سیستم گمرکی تردد بکنه. با توجه به اینکه حضاری که شرکت میکنن قطعا یه پیشینه‌ای در مورد کارن آتا، کارن تیر یا کارن دو پاساژ داشتن و یا حداقل در مورد امور گمرکی یه سری اطلاعاتی داشتن، خیلی به درد بخور بود در مورد اینکه ما بتونیم به صورت کارآمد از این ارائه استفاده کنیم. پس جدیدی وارد شد که در استان بی سابقه بود. همایش خیلی خوبی بود. در مورد کارن آتا صحبت کردن، اطلاعات خیلی خوبی دادن. سخنران خب به خاطر اینکه رئیس اتاق کارن آتا بودن خیلی اطلاعات مفیدی دادن، دقیق بود، به روز بود. امروز کنوانسیون تیر بالغ بر 76 کشور عضوش هست و یکی از موفق ترین کنوانسیون UNECE یا کنوانسیون های سازمان ملل هست که تسهیلاتی که این رویه داره اجرا میکنه تو همون رو داره فراهم میکنه.